عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان برنامه اسرار معرفت. امید که از صحت کامل ظاهری و معنوی با فامیل های محترمتان برخوردار باشید. با امید صحت و سلامتی شما عزیزا میپردازیم به برنامه امروزی. میخوایم آغاز برنامه را با شعر از علامه اقبال لاهوری تزئین ببخشیم و بعدا مطالب را که تهیه کردیم او را با شما عزیزا شریک میسازم. علامه اقبال شخصیت بزرگ معنوی میفرماید: هر که آیات خدا بیند حر است، هر که آیات خدا بیند حر است، اصل این حکمت ز حکم انظر است. بنده مومن از او بهروستر، بنده مومن از او بهروستر، هم به حال دیگران دلسوزتر. علم چون روشن کند آب و گلش، علم چون روشن کند آب و گلش، از خدا ترسنده تر گردد دلش. اینجا علامه اقبال بزرگ در این اشعارش ببینیم مطالب زیبایی داره، ولی من این شعر انتخاب کردم که می فرماید هر که آیات خدا بیند حر است. این هر انسانی یا هر کسی که آیات خدا، این نشانه های کمال و قدرتمندی خالق در هستی، هر چیزی را که ما در جهان ببینیم ای آیات خداست. مثلا چی آفتاب است، چی مهتاب است، ستارگان، پایین میبینیم باران و درخت ها، میوه‌جات، این هر چیزی را که میبینیم خود انسان بهترین آیت خداست در روی زمین. علامه اقبال بزرگ اینجا فرمود که هر که آیات خدا بیند حر است. این هر انسان، هر کسی که نشانه های کمال و قدرت خدا را در روی زمین ببینه، او انسان ها کی است؟ آزاد مردان هستند. ولی ما میبینیم که تمام انسان های 7 میلیارد انسان میبینه دیگر. اگر هدف از دیدن با امی چشم ظاهر دیدن مخلوقات یا پدیده های عالم هستی باشه، خب 7 میلیارد انسان خدا چشم داده، تمام ما میبینیم انسان ها را، ای اشجار را، درخت ها، اسما را و ای زیبایی های طبیعت را، خب کل ما میبینیم. خب باید تمام انسان ها دیگه آزاد مرد باشه، در صورتی که نیستیم میبینیم در روی جهان. ولی هدف علامه اقبال لاهوری ایجا از او دیدن یعنی چیه؟ اصل این حکمت ز حکم انظر است. علامه اقبال بفرمایه شعر اول در دوم تفسیر کرده معنا میکنه که کدام دیدن؟ این اصل حکمت نظر کردن یا دیدن فهمیدن است. حکم انظر که باز اشاره کرده به آیت از قرآن عظیم شان در سوره روم آیت 50، خداوند جل جلاله میفرماید فانظر الی آثار رحمت الله، این نظر کنید ببینید به طرف آثار، این اثر یا پرتو رحمت خدا را در روی زمین. ما باید بیشتر گفتیم میبینیم که آثار رحمت خدا در روی زمین چیست. خب این نشانه هاست، همین آیات بیشتر گفتیم، تمامی هستی است و رحمت در از اینا چی است؟ چرا ما میبینیم رو چیزهایی که داریم، آیا رحمت خدا یعنی چی؟ رحمت خدا یعنی زیبایی. مؤمن هستی به هر پدیده ای که نظر کنی زیباست. به طرف انسان نظر کن زیباست، به طرف اخلاق انسان ببین زیبایی داره، به طرف درخت ها ببینید، خصوصا در این خزان که امروز پیش روی ما قرار داره، انسان محو میشه در زیبایی خزان که به تدریج آیست آیسته و برگ ها از سبزی به طرف زردی میره، از زردی به سرخی، این مناظر طبیعی، اینا زیباست. و خود میوجاتی که از این به دست میاد،
شما برین در جایی که میوه میخواین بخرین، این زیبایی ها رو ببینین، در هر میوه تمام زیباست. این رحمت خدا اولی زیبایی، چرا زیبایی برای انسان سکون میبخشد، آرامش میبخشد، و دیگه رحمت خدا لذت. از تمام این میوه‌جات ببین انسان ها چقدر لذایز مختلف در اون نهفته است. هم رحمت خدا زیبایی است برای بشر به خاطر نوازش چشمش، به خاطر درک معرفت با خالقی که زیبایی را خلق کرده، و در پهلوی از او رحمت خدا لذت. در تمام از او لذایز مختلف است که انسان این لذت ها را میچشد و باید درک بکند که در خود شفتالو یا زردالو یا انگور این لذت از کجا شد، و این تعادل از او با خود دهن انسان یا زبان انسان، با تعادل از او میوه‌جات با وجود انسان، اینا تمامش هم درک زیبایی است، هم درک لذت، و همچنان کمال و هنرمندیه که در اون نهفته است. اینجا میگه که حکم انظر، خداوند این آیت قرآن در حقیقت علامه اقبال بزرگ هم آیت قرآن تفسیر کرده، میگه شما زیبایی رو ببینید. خب باز ببینیم که آثار رحمت چی است. آثار رحمت خدا زیبایی و درک زیبایی. و جای دیگه در آیت قرآن عظیمشان میفرماید در سوره نحل آیه 12 شما متوجه شوید، و هو الذی سخر، و هو میفرماید و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، او ذاتی است که مسخر کرد برای شما مثلا بحر، برای بی از طریق از او برین ماهی بگیرین و چیزای تازه بخورین. خدا ذاتی است که و انزل من السماء ماء. این تمامش در آیات قرآن انظر افتا فنظر، یعنی شما نظر کنین به آثار رحمت خدا، ببینید تمام از او برای شما هم لذت است، هم زیبایی است، و هم از طریق از او ببینین ابو کمال و هنرمندی خالق در پدیده های عالم هستی. باز پیشتر میره، بنده مومن از او بهروستر، هم به حال دیگران دلسوزتر. اینجا علامه اقبال بیش هم شخصیت انسانه که بنده مومن کی است. ما شاید در جهان اسلام چند میلیارد نفوسی که داریم میتونیم بگویم که ما مسلم، ما مسلمان هستیم که قبول کردیم اسلام، که ما به می سیستم، به می روش تسلیم هستیم. ولی وقتی که میگیم مومن، مومن انسان های از شخصیتی است که در او یک تحول باشه، معنوی آمده باشه. اینجا گفت که کسی که آیات خدا را میبینه در هستی، و او دیدن هم تنها نیست که به ظاهر دیده، او از طریق تفکر درک کرده، او را فهمیده، و از او طریق به خالق خود کمی نزدیکی حاصل کرده. اینی ها انسان های آزاد مرد هستند، مانند خود علامه اقبال و مولانای بزرگ بلخ، بسیار شخصیت های دیگه هم هست در کره زمین. ولی میگه مومن کی است؟ مومن کسی که وقتی اینا را درک کرده علمن، او در پدیده های عالم هستی تفکر کرده، تعقل کرده، دیدنش تا دیدن مادی نبوده، گرچه ظاهرا هم از او لذت برده، گفتیم چرا زیبایی است، از طریق دیدن زیبایی انسان لذت میبره، و بعدا میبینه که لذت در وجود انسان از کجاست، این ارتباط بین زیبایی و درون انسان، این آگاهی انسان چی است. خوینا خود گذاشته شده به خاطر که انسان باید این زیبایی ها را ببینه، تفکر کنه، تعقل کنه، از این زیبایی باید لذت ببری. اگر لذت نبری خود تو درک او زیبایی مثلا بعد از مرگ یا بهشت است یا هرچی، اون آدم درک کردن نمیتونه. خوینا بخاطر است که خداوند به بشر نشان میده که زیبایی را ببین، از این هم کرده زیبایی بالاتری موجود است، لذت را ببین خود از این کرده لذت بالاتری موجود است، و خالق از این لذایز باید در حدود درک کنی، در حدود استعداد بشری. میگه انسان های کنا بنده مومن از او بهروستر. از چی؟ میگه بنده مومن از امو دیدن آیات خدا در روی زمین یا نشانه های کمال قدرتش ای سعادتمندتر میشه،
بهروزتر این آدم آگاهی پیدا میکنه، فهم پیدا میکنه، این سعادت هم دنیوی و اخروی رو پیدا میکنه. با اینمی شخصیت ها هستن که هم به حال دیگران دلسوزن و اینا نسبت به مردم های مادی تفاوتشان چیست؟ کنا تنها هر چیز به خود میخواهد. اگر قدرت است، اگر سرمایه است یا پول است، عزت است، کلش به خود. ولی شما ببینید که انسان ها شخصیت های که مؤمن واقعی بودن، که پیغمبر ها بوده و بعد از اون پیروای واقعیش بوده، اینا میگه دلسوزیشان اگر به خود هست، بعد از خود 99% به دیگران هم است. یه چیزی که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند. این در شخصیتی که او مؤمن باشه، این صفت برای یک مؤمن صدق میکنه، نه به هر کسی دیگه. هر کسی دیگه نمیتونه. اگر بگویم اینجبه که ما کسایی که بنده های مؤمن هستن و ایمان هم از طریق دیدن آیات خدا پیدا کردن که اونا به مقام حر یا آزاد مرد رسیدن. چرا بدون از این خود راه و روش یا میتود نیست که انسان به معرفت خدا پی ببره. بجز از این که نظر کردن در پدیده های عالم هستی و از طریق مطالعه و تحقیق و تحلیل و تجزیه از اونا به کمال هنرمندی خالق پی ببره. و اینا به حال دیگر ها هم دلسوز هستند. اما دلسوزیه که به خود به فامیل خود داره، کوشش میکنن که باید دیگر ها هم از لذایز دنیوی هم آگاه بسازن و در پهلوی از این برزن نشان بده کجا خالقی است که اینا را در خدمت تو خلق کرده که از این لذت ببر و از طریق از این به خالق معرفت پیدا کن. علم چون روشن کند آب و گلش، علم چون روشن کند آب و گلش، از خدا ترسنده تر گردد دلش. علامه اقبال لاهوری میفرماید که انسان وجودش مرکب از آب و گل است و یگانه نیرویی که این آب و گل عزت داده، شرافت داده، این حرکت داده، علم است. علم یعنی نور، علم آگاهی، علم یعنی امو تحلیل و تجزیه در پدیده های عالم اسلام و اسلام و جهان و پیشرفت برو. بی بشر در اوائل فقط یک شم بود، شب خود روشن میکرد، نهایتش از او بالاتر الکین به وجود آمد و گیس و مینا. ولی امروز میبینیم از برکت علم روشنایی که در اینا پیدا شد، علم آگاهی، امروز یک شهر نیک جهان برات روشنایی بخشید. بشری که مثلا بین آب در 6 ماه میخواست سفر کنه از کشورهای اروپایی به امریکا، امروز در 6 ساعت را طی میکنه. چیز خواهد برکت علم بود. امی آب و گله علم روشنی داد، آگاهی داد، اونا تانستن که از این جهان با تمام زیبایی هاش استفاده هایی بکنن که باید آن بکنن. خبیر خدا برای بشر خلق کرده. ولی اینجا علامه اقبال با شخصیت های مومن ایجا تشریح میکنه که منتها این شخصیت ها وقتی که از روی تفکر، تعقل در آیات خدا، در آیات تکوینی خدا که همی هستیست، پدیده های عالم هستیست پیشوری بود، اینا وقتی که تفکر کردن، تعقل کردن و ای به آزادگی واقعی رسید، این شخصیت ها کساییست که با آب و گل ازی به نور معنویت روشن میشه. از روی تفکر، از روی تعقل به معرفت خالق خود پی میبره. این شخصیت ها میگه علم چون روشن کند آب و گلش، از خدا ترسنده تر گردد دلش. این شخصیت ها به خاطری که به معرفت خدا رسیدن پی بردن و نمیخواهند که دوباره خدای نخواسته از همون معرفت یا از امو زیبایی که باید دست داده دور شوند، این ای هم محبت به خالق خود حاصل میکنه و هم از ترس ازی که از این مسیر نباید دور شوند. این شخصیت ها هم کسایی است که به خدا محبت داره و هم ترس و حراس دارن که مبادا از این مسیر معنوی باید دور شوند. این گاهی متوجه باید باشیم
که فرق بین ترس و وحشت بسیار زیاد است. ترس چیزی است که مثلا شما ببینید طفل از مادر خود ترس داره، هراس داره کمی، ولی در مقابل یک ظالم میترسه. وحشتی که در مقابل یک ظالم است، ما از مادر و پدر میترسیم، کمی هراس داریم، ولی ترس مملو با محبت است. ولی از یک ظالم وحشت داریم. میفهمید که ترسی که از مادر داری اگه اشتباه کردین باش کالو قار نشد. اگر میفهمید که در قلبش چقدر محبت است به تو، ولی از یک ظالم وحشت است، باش حال گردن مرا نزنه. یا حتی اگه خنده میکنه، از اون خندهش خودش فهمید انسان میترسه که حال خنده داره، 5 دقیقه باید شاید گردن مرا بزنه. این اینجاست که ترسی که عرفا از خالق گفتین، این ترسی است که مبادا در مقابل او ذاتی که قدر احسان کرده، ما اصلا در امو احسانه نتانم در حدود استعداد بندگی خود ادا کردن، اینه پیش از او شرمنده نشون. ای از آزمو میکنو شخصیت هایی که اونا از لحاظ معنوی مالا مال شده قلب از اینا، اونا هم محبت به خالق دارن از روی تفکر در پدیده های عالم هستی، و هم اینا ترسی که باید ما در این مسیر تا اخیر استوار ببانیم، و حتی بر ادحال دیگه ها هم دلسوز هستن که باید در این مسیری که ما میروم دیگه انسان ها رو هم دعوت کنیم باید بره، چون همین مسیر واقعی است، همین مسیری است که انسان به معرفت خدا میرسان. اینجا هدف ما از این شعر علامه اقبال بزرگی بود که ببینید که در چند مصرع شعر امو تفسیر آیات قرآن عظیم شان هم است که انسان ها را قرآن دعوت کرده به طرف دیدن، یعنی نظر کردن در مخلوقات، در موجودات، در پدیده های عالم هستی، که از این طریق ما به معرفت خالق خود پی ببریم و از این طریق ما بتانیم که خدمت به خود، به جامعه خود، و حتی اگر فراتر بتانیم به بشریت. چرا همین مسیری است که انسان میتونه به طرف امو حقیقت معرفت راهنمایی و راهگشایی کنه. ما میخواییم بریم به یک وقفه، بعد از وقفه با ما باشین. ما میخواییم از دیدگاه مکتب توحید یا از دیدگاه مکتب علامه فیضانی که در این عصر به نصر اما مفهوم 2500 آیات قرآن عظیم شان در خدمت ما مسلمان ها و بشریت قرار داده. چرا آثار عرفای بزرگ اسلام زیادتر در نظم، در شعر بوده، در قالب نظم بوده، نتانسته مردم که مفهوم حقیقی این مطالب بیرون بکشه و جامعه را توسط از این منور بسازه. یعنی بین در یک مصرع شعر علامه اقبال 2500 آیات قرآن مفهومش نهفته است، ولی امیر از او اشعار بیرون کشیدن و این را به تشریح گرفتن و آگاهی دادن مردم کمی مشکل تر بوده، ولی علامه صرف خواسته که در این عصر که ما شما قرار داریم این را به نصر پاراگراف در خدمت ما افغان ها و مسلمان ها و تمام بشریت قرار بده که ما به مفهوم حقیقی دین یا مکتب اسلام که توحید است و رسیدن به توحید از طریق تفکر و تعقل که در خود کلام آسمانی 2500 آیت قرآن او تشویق کرده، ترغیب کرده. این امشالو از دیدگاه مکتب علامه صرف هم و تحلیل میگیریم در حدود استعداد. اگر با ما باشین بعد از وقفه برمیگردیم. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگری ساختن است. اسرار معرفت هدف زندگی، اسرار معرفت هدف قرآنی، اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی. کلچه انسان لبهش سخد از مکی خاورین کوری تراوارا و سرگردان شو، نو لگن شمیر مادی، معنوی، اقتصادی، ټولنیزو، فرهنگی او داس نور و اړتیاو سره مخامخ شد. و در جستجوی گمشده های فطرت خود تحقیق و تلاش نمود تا گوهرهای گران قیمت خرد و عشق، ایمان و اخلاص
اخلاق و عدالت، شرف و قانون، همزیستی مسالمت آمیز و عروج به ملکوت اعلی را دریابد. لنیک مرغ ده هاگو طول و چیرن و پلرتن و دلاستراولن و مجموعه ده اسرار معرفت در زخناک اخبروانه پو منظم و دیویدیگانو که ده پیجندل شوی لور متفکر او تکرم و بلغ استاد معتصم بلا مذهبی پا عارفانه او لشور و زوگ نردک و وینا و خبرو که لپای نتر پای پوری ترتیب او زای پزای شوی دی. گر ز سر معرفت آگه شوی، لفظ بگذاری و سوی معنا روی. اگر می خواهیم به اصل خیش وصل شویم، اگر می خواهیم جواهر گم شده ی گران قیمت وجود خود را دریابیم، اگر می خواهیم از نابترین اسرار قرآنی و عرفانی مستفیض شویم، لطفاً به نوار دیویدی ها و سیدی های برنامه های همیشه بهار اسرار معرفت دانشمند اندیشمند استاد معتصم بالله مذهبی مراجعه نمایید و از این همه امتیازات بهره مند شوید. برای سفارش خود لطفاً با ما در امریکا با شماره تلفن 847-305-2806، در کانادا 416-305-4311 و در افغانستان با شماره تلفن 700-260-833 تماس بگیرید. برای سهولت بیشتر بینندگان عزیز، امتیاز فری شیپینگ یا ارسال رایگان با نازل‌ترین قیمت‌ها مد نظر گرفته شده است. با حمایت مالی از برنامه خودتان، اسرار معرفت صاحب اجر دارنگ شوید. اسرار معرفت، خوشبختی دو جهانی. عرض سلام مجدد خدمت بینندگان برنامه اسرار معرفت. بله، پیشتر در ارتباط با چند شعری از علامه اقبال بزرگ صحبت داشتیم، در ارتباط با نظر بود، دیدن، دیدنی که انسان با عمق از او پی ببره و هدف از او چیزی را که با او نظر میکنه او را باید درک کنه و ببینه که ارتباط از او با خود انسان چیست و ارتباط از او با خالقی که او را خلق کرده چی است. این هدف علامه اقبال بزرگ این بود که انسان‌ها باید از روی تفکر، از روی نظر کردن که به آیات قرآن ثابت شده در پدیده های عالم هستی، در که اسراری که از او مثلا به دست میاید، از او بتانه خود از لحاظ معنوی مالامال بسازه و به مفهوم حقیقت دین پی ببره. علامه فیضانی هم در این ارتباط آثار زیادی دارند. من صرف از یک اثر از او چند مطلبی را یا چند پاراگرافی را خدمت دوستان به خوانش بگیرم، ببینیم که در عصری که ما و شما قرار داریم، علامه به صفت یک انسان دلسوز، بنده مومن از او بهروزتر که خودی شخصیت امو سعادت نصیب شده. چرا؟ از روی اثرش، از روی آثارش این معلوم میشه هم به حال دیگران دلسوزتر. با وجود از اینکه علامه فیضانی رو ببینید، 7 بار به زندان میبرن، از پشت میله های زندان باز هم دلسوزی خود، محبت خود نسبت به بشر، نسبت به مسلمان، به خاطر محبتی که به خالق انسان ها داشته از اینجا ابراز میکنه. این دوستا شاید بدانن و تاریخ این را ثابت کرده که علامه فیضانی شخصیتی بوده، یعنی گزافه‌گویی نیست. امی اثری را که من برای شما میخوانم یا بسیاری آثار دیگه علامه سه، زیادتر از این علامه سه در زندان نوشته و این را دانشمندا هم در ارتباط به این بحث های داشته. یعنی از 500 سال 600 سال پیش نیست که ما بگوییم که شاید در ارتباط با او شخصیت این را کسایی از خود نوشته. این امشالله به این تمام افغانای ما معتقد هستن و ما صرف میخواهیم این را خدمت دوستا با خانش بگیرم چند پاراگرافی از این را که به اساس امو شعر علامه اقبال بزرگ که پیش از علامه سر میزیسته
یعنی هم به حال دیگران دلسوزتر. ما دلسوزی شخصیت می بینیم، کسی که در زندان باشه در فکر خود می باشه زیادتر، در فکر رهایی خود، ولی این شخصیت ها در فکر جامعه خود بوده، حتی نه جامعه خود که از اون فراتر بشریت. اگه شما باید به مفهوم حقیقی دین یا تهداب دین یا مکتب اسلام بدانید که این مکتبی است که باید از طریق نظر در پدیده های عالم هستی خالقی از این پدیده ها را پیدا کنید و از این طریق به شما نور، بر شما عزت، به شما سعادت است، هم در جهان و هم در جهان معنوی. الله مثل بفرماین اگر خداوند جل جلاله آب بحرهای اقیانوس اطلس، بحر الکاهل و غیره را شور نگه نمی داشت، آیا از تعفن بحرها در روی زمین زندگی امکان داشت؟ یک سوال کرد. جواب منفی است. و این املاح و غیره ترکیبات ضد عفونت را به مقدار معین در آن جز ذات واجب الوجود او که گذاشته است؟ مگر عقل سلیم این همه کاروایی ها را قبول کرده می تواند که خود به خود و بدون سانه حکیم عظیم جل جلاله صورت گیرد؟ نه هرگز. علاوه بر این فقط در یک پاراگراف بسیار کوچک چند سوالی را پیش کرده برای مسلمان ها در قدم اول که خودش مسلمان بوده و در این جامعه زندگی میکرد و بعد از فهم آثار شخصیت های نیک برای او انسان ها یا کسایی که دوستدار از او هستند، برای از اونا است که بازی را به دیگر لسان ها ترجمه کنند و برسانند. مثل که ما شما میبینیم از کسای دیگه، اگر دیگه کشورها بوده، اگر مسلمان بوده یا نبوده، آثارش مفید بوده برای بشریت، دیگر او را ترجمه کردیم در خدمت دیگه انسان ها گذاشتیم. اول الله مصب می فرماید، یک سوال کرده که اگر خداوند جل جلاله آب بحرهای اقیانوس اطلس، بحر الکاهل و غیره را شور نگه نمی داشت، آیا از تعفن بحرها در روی زمین زندگی امکان داشت؟ یک سوال کرده. میگم ما به خاطر که الله مصب مسلمان واقعی بوده، یک مؤمن بوده و ما شما هم مسلمان هستیم، علاوه سب آورده که اگر خداوند جل جلاله، یعنی خالقی که ما شما او را قبول داریم یا تقلیدی یا در حدود مو استعداد بشری خود یا تربیه‌ای که در جامعه شدیم ما قبول داریم که خدای است، ولی او را گناه هم میکنیم هر چیزی هم، علاوه سب صرف امی کلمه که خداوند جل جلاله را آورده در اول که ما مسلمان هستیم گیریم، اگر به بشریت امی کلمه اول شهید نبریم. الله مثل سوال کرد از بشریت کمی آب بحرهای اقیانوس اطلس و بحر الکاهل امی ها رو میبینید، امی شور است، امی آب بحرها و این بحر آبش کم نیست، حتی کره زمین امی خشکی شد اگر داخل از اون بحر بندازی گم بشه. و الله مثل میفرمای یک سوال فلسفی است، هم سوال علمی است و هم سوال معنوی. اگه شما بحر الکاهل یا بحر اطلس تمام بشه، امروز بشر میدونه که یا شور است، اگه بخوری انسان میکشه، از بین میبره. میگه ادبی مواد امی اگه شور نمی بود اول به خودی آب بحر، آیا چه بدبختی به کره زمین پیش میشه؟ این حالا میبینیم که بحر اقیانوس اطلس یا تمام شور است، اگه این شور نمی بود از تعفن یزی، از بوی یزی تمام بشریت تمام بشه، به خاطر که با سه حصه کل زمین بحر است، یک حصه وقتی که سه حصه تمامش آب است و این آب اگر شور نمی بود این می گندید و از تعفن بوی از این تمام انسان ها از بین می ده. خب یک سوال میگه آیا زندگی امکان داشت؟ نه. و این املاح و غیره ترکیبات ضد عفونت را به مقدار معین در آن جز ذات واجب الوجود او که گذاشته است؟ خب عالی، خب یکی خوی شور است و دوم خود این مواد که در این بحر از این مواد شوری یا دیگه مواد کیمیاوی دیگه که گذاشته شده، این به اندازه معین است
اگر این کمی زیاد می بود تمام حیوانات بحری از بین می رفت. اگر این کم می بود بازم اون تعفن بوی اینا از بین نمی رفت. میگه خب ببینید این خودش از لحاظ هم فلسفی و هم علمی در این قدر آبی که در سه حصه کره زمین تشکیل می ده 8 ساعت 9 ساعت تیاره در سر بحر سفر میکنه با این بزرگی آب این مواد ضد عفونت به اندازه معین این معین بسیار گپ عادی نیست ما شما وقتی که در بین یک گلاس که چای میخوریم صبح اگر یک قاشق بودم اندازیم اون معین است این با خود ما برابر است خوش ما میاد اگر 4 قاشق بندازی با وجود که شیرینی را انسان خوش داره بد نمیره همین وجود انسان خودش در مقابلش یک عکس العمل نشان میده که من شیرینی را دوست دارم من به یک اندازه دیگه اگر اندازه معین نهی که بدن در یک گلاس چای 5 قاشق بوره بندازی و شیرینی بد انسان بده حالی جمعه معین بودن گپ ساده نیست این بحر با این بزرگی موادی که در بین ازی گذاشته شده و اون مواد به اندازه معین است این علامه مثل بازی جا به ذهن بشر یک سوال پیش بکنه یکی اول این بحرها کلش از شور نگه داشته شده و باید آن می بود اگر این نمی بود از تعفن ما می مردیم و باز آله که شور نگه داشته شده خوی شوری هم یک اندازه معینی است اگر این اضافه می شد تمام حیوانات بحری از بین می رفت و باز اگر کم می شد اما تعفن بوی باز به جای خود موجود بود میگه شما ببینید که آیا ایرمی عمل یا امیر کی انجام دادن اولی آب بحره که خلق کردن باز ایره شور نگه داشته به خاطر که ما راحت باشیم و بازی شوری هم یک اندازه معین است مگر عقل سلیم این همه کاروایی ها را قبول کرده می تواند که خود به خود و بدون سانه حکیم عظیم جل جلاله صورت گیره نه هرگز ولی خودش هم میگه که نه هرگز ولی بازم پیش میکنه به ما سوال میگه شما ببینید که این کاروایی ها را عقل سلیم میتونه بگه که بحر با این بزرگیش خود به خود شور شده دیگه یا خود به خود در بحر همقدر مواد کیمیاوی یا مواد نمکیه که با هم یک جای شده یا انداخته شده یا سر به خود شده همون آله معین به اندازه معینی هم که در او هست یا خود به خود شده خب بگیره خب عقل سلیم قبول کرده نمیتونه چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان باشه نمیتونه عقل سلیمی را قبول کرده و باز بیا علامه یک قدم فراتر میره دیگه مطلبی را یک پاراگراف کوچک دیگه را در ذهن بشر مندازه مگه شما ببینید اگر خداوند جل جلاله آب شور برها را به واسطه تبخیر یعنی فلتر هوا و ابر شیرین نمیکند آیا بعد از باران و یا برف این آب شور قابل استفاده بود؟ اگر برخی جواب گویند که فلتر میکردیم بله امروز اگر فلتر ساخته شده انسانهای قبلی باید چی مینمودند؟ و نباتات چطور از آن نمو میافت؟ در حالی که جزء اعظم زندگی جانداران به شمول نباتات در این کره خاکی ما آب است این الان مثل یک سوال منطقی دیگر به ذهن مسلمان و به ذهن بشریت پیش بکنیم خب او بخش اول خب عقل سلیم یا حتی هم عقل ناسلیم هم باشه پذیرف میپذیره که بله برها با این بزرگی باید آب شور میبود اگر نمی بود ما زندگی و حیات امکان نداشت باز الان مثل میفرمای خب این که هست خب وقتی که انسان هایی که در کره زمین زندگی میکنه او آب شور خیلی از بین میبره او را استفاده کرده نمیتونیم حتی او آب شور بحر اگر بگیرین شما در زیر یک درخت بندازین زیر یک بوته بندازین این را خشک میکنه از بین میبره پس میفرماین که ببینید که آب شور برها به واسطه تبخیر یعنی فلتر هوا و ابر شیرین ببینید خود آب ما میبینیم توسط شعاع آفتاب و حتی خود حرارت زمین این تبخیر میکنه آیسته آیسته که ما گاهی میبینیم گاهی اگه نبینیم حتی در شب هم تبخیر میکنه هر لحظه تبخیر میکنه خب وقتی که تبخیر میکنه میره بالا اونجا در فلتری که خداوند به نام ابر ساخته این آب دوباره توسط باران که ما شما میبینیم بر روی زمین میاد باز آب شور بر نیست این آب شیرین شده ای آب با فیزیولوژی وجود انسان برابر است
ای آب لذت بخش شدن. خب پس بگه که خوب وقتی که تبخیر شد اولی فلتر ابر از کجا شد؟ یا خود به خود آمد؟ باز دوباره او املاح و نمکیات او کجا رفت؟ باز دوباره ای آب که در کره زمین با ما میای شیرین است. خب بگه اگه ای توسط امو فلتر خداوند به حکمت عظیم خود او را فلتر نمیکرد و ای آب دوباره اگر که توسط باران یا برف اینا در زمین میریخت باز میدیدیم آب شور بود. خب باز ما را از بین میبرد. بازی درخت ها و نباتات و حیوانات یا کل از بین میرد. از الان مثلا میشه در ذهن کسی بگرده که فلتر جور میشد. خب فلتر بعد از 1,000,000 سال اضافه تر حال امروز بشر تانسته خورا به یک کمی که شاید به یک انسان میتونی که او را فلتر کنی و هم کسای سرمایه داره. اول امروز مردم بشاره غریبی میمونه فلتر از کجا میشه. و باز میگه اگر میکردیم خب باز باید پدرها و مادرها حیات بسر میبرد که تا نسل بشر میامد اینجا این فلتر میسان. دیگه این چیزی بوده که امکان نداشته، ولی الان مثل وقتی که سوال میکنه به خاطر اینکه ما انسان ها را به مفهوم امو انظر این نظر کردن به نشانه ها به آیات خدا در روی زمین که یکش آب است، آیت خدا مثلا ابر است، آیت خدا باران است که میاد. وی الان مثل امو آیت قرآن عظیم شان و تحلیلی که علامه اقبال لاهوری کرد این را به نصر آورده که ما درک کنیم. دیگه شما بینید آب بحر با این زیبایی زیبا هست، ما از او استفاده میکنیم، در روی سفر میشه ما این را از او چقدر حیوانات چقدر استفاده دیگه میشه. مگر اگه آب مستقیم به کره زمین بیاید باعث تباهی ما میشه. ولی خداوند بگه اگه فلتری ساخته بوجه به نام آب فلتر میشه، این آب شیرین میای پایین، از او هم ما استفاده میکنیم، هم حیوانات استفاده میکنن، تمامش. اینا تمامش ای آیات خدا در روی زمین است به خاطر منفعت بشر. بشر منفعتش لذت بردن، منفعتش از او خدا و حیوانات و ای کره زمین مثلا آبیاری کردن و در پالوش از این طریق باید درک معرفت به انسان دست بده. که بیشک در عقیب پدیده های عالم هستی یک خالق به نیازی است، یک خالق زیبایی است و او برای ما ایره خلق کرده، دست ما قرار داده که از هم استفاده ظاهری بکنیم و هم به معرفت او خالق پی ببریم. این فقط مفهوم همی 2500 آیت قرآن هم است که میگیم معرفت، میگیم توحید، میگیم به خدا رسیدن. بسیاری با فکر ازی هستند که چهار رکن دیگه دین است که انسان را به معرفت میرساند، به صورتی که این مطلق از دیدگاه خود قرآن و از دید عرفای بزرگ اسلام این کار درست نیست. چرا؟ در قدم اول معرفت است. عشق را به معرفت معنا مکن. یعنی وقتی که معرفت نباشه تو نماز را با کی میخونی؟ روزه را با کی میگیری؟ زکات را با کی میدی؟ خب با کسی که این نماز را میخوایی در مقابل از سبحان ربی الاعلا بگویی، خب اعلا بودنی از او را از روی کمال هنرمندیش باید ببینی. یعنی به اون خاطر است که رکن اول دین خود توحید است، الله است، لا اله الا الله، خب این رکن اول دین است. این از آدم تا پیامبر بزرگ اسلام کل پیغمبران که آمده همین را توضیح کردن. در صورتی که مسائل فقهی از دوره آدم تا پیامبر بزرگ اسلام بسیار تغییرات آمده. اما قسمی که در قصه ها آمده که واقعیت است یا نیست نمیدانیم صد فیصد، این دوره موسی علیه السلام 50 رکعت نماز بود. گرچه در قرآن نامده قصه است و شاید این هدفی بوده که و مشکل تر بوده. هرقدر که به طرف پیامبر بزرگ اسلام نزدیکتر شدیم کمتر شده. خب وقتی که 50 رکعت بوده یکم مسائل فقهی دیگه شما متفاوت بوده. این هدف ما ایست که در مسائل شرعی و فقهی از دوره آدم علیه السلام تا ایدم بسیار تفاوت آمده در هر دوره هر پیغمبر، ولی توحید به جای خود بوده. هیچ پیغمبر نوزو نگفته که دوتا خالق است، لا اله الا الله. ادال در توصیف لا اله الا الله، در معرفت به لا اله الا الله هم در هر دوره متفاوت بوده.
ایتون نبوده که معرفتی که امروز از طریق مطالعه و تحلیل و تجزیه در پدیده های عالم هستی با یک مسلمان مؤمنی که اگر واقعیت مثل علامه اقبال، مثل مولانا ناصر فیضانی، مثل مولانا جلال الدین بلخی یا دیگه شخصیت های نیک در گذشته ها با پیروهای دیگه پیغمبرای معرفت نبوده، به خاطر که ما ببینیم از روی مطالعه در هستی وقت در اقدر اسرار هستی خب بیرون نبرامده. این اسرار یک مولیکول امروز ببین، اسرار یک نطفه را. خود نطفه در گذشته همه قبول که میفتن بله نطفه در رحم مادر قرار میگیره، از اون طریق طفل به وجود میاید ولی رشد میکنه، باید فهمید احسان خدا را بفهمه. ولی ای که در خود این نطفه چی بوده، این مدغه چیست، امروز تحلیل تجزیه شده که حتی بز کوچکترین ذره از او پای بوده. دینه که در دینه را در گذشته کس نمیدانست. خب پس معلوم است که پیامبر بزرگ اسلام که در از طریق قرآن به ما و شما درس میده 2500 آیت تفسیر نشانه و کمال و هنرمندی خدا در روی زمین است چی بوده؟ خب میخواسته که مسلمان در این عصر باید با معرفت مالا مال باشه که ما متاسفانه که نبودیم. حالا علاوه سه ببینید اینی دلسوزی شخصیت است که میدانسته که مسلمان از معرفت خدا دور شده، نه از عبادت. به مفهوم حقیقی که خالق دارای چقدر کمال و هنرمندی است و امی راه یا میتود و روشی بوده که به توحید انسان نزدیکتر بسازد. حالا شما ببینید از یک چند شعر علامه اقبال بزرگ و تفسیر علامه سه برای ما شما درک کمال و هنرمندی یا نشانه ها یا آیات تکوینی خدا این معنای دیگه میده. این به معرفت ما کمی میافزاید که اینی معرفت علمی است، اینی معرفتی است که انسان را به کمال و هنرمندی خدا نزدیکتر میرسد. اینجا باز علامه سیب عدف است که در ارتباط با اقیانوس یا برها وقتی که صحبت میکنه یه که شما علمان نه یه از روی تقلید ببینین یک بار به طرف خود این بر، این بزرگی این بر، بازی آب شوری از این که این عقل میپذیره که باید میبود. خب اگر خدای ناخواسته نمیبود ما حیات نداشتیم. پس خودش یک لطف خدا، یک مهربانی خدا بالای انسان است و در پهلوی از او کمال و هنرمندی رو ببینین. چرا اگر او شور هم نمیبود حیوانات بحری کلش از بین میره. خب بازم او به اندازه معین در او آب نمک انداختن این نشان میده که بی نظمی نیست در کره زمین. ای که در اعمال ما انسان ها بی نظمی است، ما ملک و شیطان داریم، روح و نفس داریم، به می خاطر خلق شدیم که ما در امتحان هستیم. بازم ای آب در دوم میگه تبخیر میشه توسط شعای آفتاب. خوش آفتاب خودش آیت خدا، روی شعایش، نورش، حرارتش هم ما شما را حیات میده، برای ما شما آسان تر می سازه سیستم. و همه دیگه ببینین که به کمال معرفت از انسان پی می برن. و باز اگر می آب شور توسط همی خود شعای آفتاب یا توسط حرارت آفتاب تبخیر نمی شد و ای باز در بالا تصفیه نمی شد، نمک از این مثلا خود شوری یا نمکیات از او جذب نمی شد یا از بین نمی رفت، دوباره آب شیرین به ما نمی آمد، با زندگی ما با چقدر مشکلات نواجی بود. یعنی اینجا استادم به کمال همی که خداوند بیشک مهربان است. خداوند مثلا ذاتی است صاحب کمال، صاحب عظمت، صاحب قدرت. ان الله علا کل شیء محیط، این با احاطه داره به همه چیز. ولی تنها انسان چرا در عمل کردش یکم پایین بالاست، این صرف به خاطر است که انسان زیر امتحان است. یعنی که آیا این پدیده های عالم هستی را میبینه، این عظمت را میبینه، آیا از طریق از این به معرفت خدا پی میبره یا نمیبره. یعنی ما میبینیم او انسان هایی که از روی تفکر و تعقل امیر رکن اول دین توحید درک کردن، اونها انسان هایی هستند که سعادتمند شده و هم به خود و هم به جامعه خود قابل عزیزی بودن که خدمت بکنن. دیگه از اینکه وقت ما کم است، اگر حیات باقی بود در برنامه های بعدی باز هم روی همین آثار علامه است
کم کم پیش میریم و مفاهیم دیگه که در این است به خاطر رشد استعداد معنوی ما انسان ها او را به تحلیل تجزیه خود گرفتیم. تا برنامه بعدی شما را به خداوند کریم رحیم مسپاریم و سلام. قابل توجه هم میهنان گرامی، نهضت اصلاحی علامه فیضانی رحمت الله علیه که طی سالیان متمادی در راستای خدمات و فعالیت‌های محضر الله خیش برای بهبود حیات معنوی و مادی جامعه کوشان است، بدین اواخر کمیته خدمات امداد اضطراری خیش برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم شریف ما چون حوادث و آفات طبیعی، مقابله با امراض کرونا و سرمای شدید زمستان را در سطح افغانستان عزیز به طور گسترده فعال نموده است. همکاری و معاونت شما عزیزان در این امور خیریه به منظور کمک و دستگیری هم میهنان گرامی در چنین حالات دشوار به طور محض لله یقیناً که موجب خوشنودی خداوند تبارک و تعالی بوده و مسبب خیر و فلاح در زندگی دنیا و عقبا می گردد. خیر الناس می ینفع الناس، بهترین مردم کسانی هستند که خیرشان به مردم می رسد. الحدیث. هموطنان عزیز برای همکاری می توانند به شماره تلفن و ایمیل آدرس زیل تماس حاصل نمایند. د علامه فیضانی رحمت الله علیه د فرهنگی مرکزونو خبرتیا. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور الرحیم. الآیه. ترجمه. چاچی یو ناوړ عمل تر سره کړ او تیاره شو نفس دی هغه، بیا یې له خدای جل جلاله څخه بخښنه وغوښتله، پیدا بکړي لوی خدای بخونکی او ډیر مهربان. د لوی خدای جل جلاله د درگاه په وړاندې په ګران هیواد افغانستان او بهر کې د ټولو وطنوالو ډله ایز استغفار کمپین په لاره اچول شوی. دغه عمومي بلنه د موقف، مقام او سیمې له توپیره پرته ټول وطنوال د یوه ډله ایز استغفار لوري ته رابولي. موږ په دې باور لرو چې که انسانان له تیریو او ګناهونو پرهیز وکړي او نورو ته لزیان رسولو ډډه وکړي، په یقیني توګه لوی او مهربان خدای جل جلاله به په نوموړي قام او ولس باندې خپل بې پایان رحمت نازل کړي او د هغوی دنیوي او اخروي ژوند کې به د نیکمرغۍ او سعادت تغییر او بدلون راولي. نو راشئ د استغفار او د الهي رحمت د غوښتلو په واسطه په خپل سرنوشت کې مثبت بدلون رامن تکرو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از پروسه ملی و همگانی استغفار به همت و تلاش و کوشش استاد عزیز، شخصیت توانا، استاد معتصم بالله مذهبی و هم با همکاری کانونی فرهنگی علامه فیضانی رحمت الله علیه دایر گردیده است. از زحماتشان، از تلاششان صمیمانه تشکری میکنیم و موفقیت های بیشتر و بهتر را در این قسمت، در این کمپاین و این پروسه ملی برایشان توفیقات خواهان هستیم. و به عنوان یک عضو جامعه از تمام علما، جوانا، مردم، تمام کسایی که این پروسه به عمومی برای همه تا
در نظر گرفته شده است، براه انداخته شده است، بیاین و این پروسه را با قلمشان، با قدمشان، با فکر و اندیشه ایشان، با چیزهایی که از رسانه ها، از رسانه های صوتی، تصویری، از همه عزیزانی که میتونند در جامعه نقش مؤثر را داشته باشد، خواهشمند بیاین و این پروسه را لبیک بگویند و همکاری خوبی باشند با این دوستایی که اقدام نیک را گذاشتند. توبه یگانه امتیازی است خداوند متعال برای انسان ها قرار داده است. توبه در زندگی اجتماعی و در زندگی فردی انسان تأثیری بسزایی دارد. توبه در اسلام از نقش والا و ارزشمندی برخوردار است که خداوند توبه کنندگان را در زمره دوستان خودش خطاب می‌فرماید، آنجایی که می‌فرماید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. بهترین فرصتی که برای توبه یاد آوری گردیده است ایام جوانی می باشد. هیچ وقتی برای توبه و بازگشت دیر نیست. ما تمام جوانای عزیز خود، خصوصا اونهایی که در زندگانیشان خطا و نقصانی بوده است، خواهش میشه که بیاین و بهترین فرصتی که توبه و لحظه ای که خداوند در فرصت برای ما قرار داده است از اون لحظه ها استفاده کنیم. فردا، امروز و فردا گفتن برای توبه دیر است و نیازی که جامعه امروز ما دارد با تمام مشکلات فرهنگی، با تمام مشکلات سیاسی، با تمام مشکلات اقتصادی که امروز در جامعه ما افغانستان با او دست و پنجه نرم میکنیم، یگانه راه حلی از این مشکلات بیرون رفتن و یگانه دارو و دوایی که از این مشکلات میتونه مردم افغانستان را و سوی صلاح و رستگاری و نجات میتونه مردم افغانستان را بیرون ببره از این ناهنجاری ها، از این مشکلات، از این کشتن، از شهید دادن، از این جنگ، از انواع مرض هایی که در افغانستان، از انواع استتم هایی که در افغانستان برای مردم ما خواسته یا ناخواسته پیوسته صورت گرفته است، یگانه راه حلی از این در عصر فعلی و در عصر حاضر ما توبه و بازگشت است. بیاییم یگانه پشتوانه مطمئنی برای ما خداوند جل جلاله را قرار بدهیم. به تمام ملت ها، به تمام جریان هایی که در بین الملل و در جهان امروز حاکم است، افغانستان تقیه زد اما نتیجه چندان را نگرفته است. بیاییم یک بار خود را در پرتو رحمت و لطف الهی قرار بدهیم تا نتیجه مطلوب و باشد این اتکا به رحمت خداوند و یگانه مشکل گشای واقعی انسان ها و بشر خدای تعالی هست. بیاییم به سوی خداوند تبارک و تعالی بازگردیم و توبه را سرمشق و سرلوحه زندگی خودمان قرار دهیم تا باشد خداوند یار ما، مددگار ما و باشد که خداوند این کشور را از این وضعیت که قرار داریم نجات دهد به امید صلح و پیروزی، همدلی، برابری و خوبت در کشور عزیز ما افغانستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گران لیدون کی اوریدون کی خواند یورونا طول اولاس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در منندویم ده علامه فیضانی ده فرهنگی امیریت و کمیته ده کارکون کنا چه دیر یو خکار تا یو شروع کریه دا او دا ده موگا د ټول مسلمانانو د پاره، خصوصا د افغانستان د موجوده کشلې د حال د پاره یوازنی لار ده چې هغه پروردیګار عالم ته رجوع ده، د پروردیګار عالم نه د خپل ګناهو د معافی غوښتنه ده، استغفار دی، لا اله الا الله دی، سبحان الله دی، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم. انس رضی الله تعالی هغه فرمایي
چه نبی علیه صلات و سلام فرمایی الدعاء مخ العبادت، دعا مغزد عبادت. عبادت تاسو پیجانه چه آقا پروردگار عالم تا خضوع، عجیزی، ذلت، خاکسری، د خدای نه د خپل ګناهو د معافی، دې ته عبادت وایي. ډېر په خاکسرۍ سره، ډېر په عجزۍ سره د پروردګار عالم نه د خپل ګناهونو معافی او بیا د مشکلاتو حل، دا یوازنۍ لار ده د مسلمان دپاره، بله چاره نشته. همدارنګې د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه روایت فرمایي الدعاء هو العباده، دا دعا چې دا پروردیګار عالم ته بلنه د الله نه د ټولو مشکلاتو غوښتنه پروردیګار عالم ته رجوع، هو العباده، دا عین عبادت دی. پروردیګار عالم خوشحالیږي او په ملایکې باندې د بندګانو فخر او لوړوالی ثابتوي چې ګوره یې څومره اعتمادو دا بندګان ماته په عجزۍ په خاک سرۍ لاس په دعا نیولی دي، کنده الله تعالی ته دعا کوي چې یا خدایا یا ما گناهی نماف که، یا پروردگار عالمه پا افغانستان دی رحم راولی، یا الله سوال دی موخ چکین دا داغا دعاگانی پا خپل دلبار که قبول منظور وگرزوی دالا سون جگاول الله تلا تا نیول، او دا یکین دا که از عجزه سرا سرگ اسمت منو دا، او دا که پا عجزه سرا سرگ منزک تا نیول، دا دی پروردگار عالم پا حضور که لوی عبادات تای او دې کمیټې فرهنګي د علامه فیضاني کوم چې د استغفار کار شروع کړی دی یا د دعاګانې کار شروع کړی دی، دا یقینا زه په ډېر لوړ الفاظ سره تاییدومه او دعا ورته کومه او خپل ځان ته هم دعا کوم، مسلمانانو ورونو ته هم دعا کوم چې موږ تاسو ګورئ په داسې لوی بحران کې راغلی یو چې الله ته متوجه نشو، د الله نه د خپلې ګناهۍ معافي ونه غواړو. حدیث مبارک ته جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم یای چې څنګه د تاسو اعمال دی هم دا کسې په تاسو باندې امیرین مقرریږي، چې څنګه د تاسو اعمال دی هم دا که د موږ اعمال د الله تعالی نه اعتماد موږ معافي وغواړو، ګناهی نه معاف شي او موږ عاجزي ازاریخ پروردیګار عالم ته وکړو، نو نه صلح پروردیګار عالم ته ته مهمه هغه دا مشکله ده او نه یقین دا د صلح امنیت وروستل په افغانستان کې څه مشکل دار. خو دا به ووایم چې زموږ د افغانستان کشر مشر ټول د پروردیګار عالم نه ډېر په یو طرف کې روان یو، الله تعالی ته متوجه نه یو، د پروردیګار عالم نه د خپل ګناهو معافي نه ده غوښتي، الله تعالی ته کنه اوس هم په استکبار کې اخته یو. د نبی علیه الصلات والسلام د دې حدیث په دلیل کې نبی علیه الصلات والسلام فرمایي وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردیګار عالم فرمایي چې ووایه پیغمبر رب دې تاسو وایي چې ما ته دعا وکئ، ربکم ادعونی ګورئ ما وبلئ، لا اله الا الله ویای، الله ویای، سبحان الله ویای، قرآن کریم تلاوت وکئ، عبادات وکئ، ذکر وکئ، متوجه شئ، استجب لکم زی قبل وانا، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، هغه څوک چې د ما د دعا نه ته استکبار کوي تکبر کوي په تور طرف کې درومي، ما ته زری عجز نه کوي دې ته مستکبر یلای کیږي، دا به ډېر ذلیل جهنم ته داخلیږي. نو ګورئ موږ تاسو مسلمانان یو، په موږ تاسو باندې ډېر زیات مشکلات روان دي، په مشکلاتو کې اخته یو چې خدای ته متوجه نشو، زری ونه کړو، پروردیګار عالم ته ذکر نپلونه ونه کړو، بله طریقه هم نشته. صحابه کرام د نبی علیه الصلاة والسلام نه سوال وکړو چې دعاګانې خو تا موږ ته ډېرې کړي دي او ښودلې دي، خو داسې دعا راته وښیه چې جامع د دعاګانې وي. نو زه به یقین دا داسې درته ووایم چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې دا بهترین کار دی چې هر وخت د تا ژبه په ذکر سره لنده وي، د تا ژبه په لا اله الا الله، په الله، سبحان الله، الله اکبر، ولله الحمد، په هر ذکر سره چې خدای یادوي دې ته بهترین عبادت یلی کیږي او دا بهترین ذکر دی، نور بهترین دی. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، بهترین عبادت. که ډېرې اوږدې دعاګانې چا زده وي ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحم، د قرآن کریم دعاګانې دا ډېرې مستجابې دي.
ربنا لا تزيغ قلوبنا دي ايمان دي سلامتي دعاني لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الضالين يونس عليه الصلاه والسلام تبر ورديگار عالم بدي سر نجات وركدا لاندا بدا ويا يما شهاغ شبا بهتر جبادو چ په ذکر دي پروردگار عالم سره لانداوي پروردگار عالم د مو د تاسو فکر سوچ دا ټول د الله تعالی طرف ته متوجه کو الله تعالی د مو تاسو کیند خپل ځان ته متوجه کو الله تعالی د کیند نیمه په جبا ذکر فکر وګرځوي د الله تعالی طرف ته متوجه شي نو دا مشکلات دا صلح او دا کرونا دا غمیزه د افغانستان به ان شاء الله العزیز هیڅ مشکل نه دي چې پروردگار عالم به د خلق زړه نه حق طرف تر وګرځوي کا کیمون د مذاکرې دي هم کې د اصلاح بشي او که موږ د ولسته هم به اصلاح شي هم به امیرین د موږ اصلاح شي او کله چې رعایت اصلاح شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلى الله تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.